کیست‌های زانو مبحثی است که امروز می‌خوایم به کمی راجبش صحبت کنیم. انواع و اقسام کیست در زانو داریم که من فهرستوار حضورتون عرض می‌کنم و بعد راجب تک به تک اندکی صحبت می‌کنیم. شایع‌ترین کیست همون کیست ساینوویال هستش که از همه مهمتر هستش و دومیش کیست هایی هستش که داخل مفصل تشکیل میشه، بهش اینترا آرتیکولار سیست میگن. بعد کیست های گنگلیون روی ACL هست، روی PCL هست. بعد کیست های که داخل پد چربی خوفای جلوی زانو هست که خوفا فت پد گنگلیون سیست نام داره. خود منیسکا ممکنه کیست داشته باشن، منیسکال سیست. بعد بین مفصل درشنه و نازکنه در طبق زانو ممکنه کیست پروکسیمال تیبیو فیبولار جوینت کیست داشته باشیم. کیستای ژئود یا حفره‌هایی که زیر قضروف‌ها تشکیل میشه، اینترا اوسئوس سیست که تو عکس سادم که حتی برای آرتروز زانو عکس ایستاده میگیریم، اینها دیده میشن و کیستای بسیار کوچک استخوانی زیر قضروف سابکندرال زانو دیده میشن. و بعد کیستای عفونی یا اینفکتیو سیست که اطراف زانو به علت عفونت ممکنه دیده بشه. حالا اولی که از همه مهمتر هست کیست ساینوویال هست که در پشت زانو به اسم بیکر سیست نامیده میشه. یه آقای تو قرن 19 مانوئل بیکر اینو تشخیص میده و توضیح میده همون موقع که وقتی که به هر علتی ما داخل مفصل زانو بیماری داریم، حالا هر نوع، مایه زیادی که ترشح میشه از هر جایی که بتونه خودش رو بیرون میزنه و به عنوان کیست نشون میده. غالبا از جلوی زانو ما میبینیم که افراد میگن زانومون آب ورده و متورم هست، ولی بعضی هم این از پشت زانو از کپسول خارج میشن و به صورت یه دونه فندق یا گردو یا حتی گاهی وقتا ما به اندازه یه نارنگی کوچیک میبینیم پشت زانو که به این بیکر سیست میگن. این خودش بیماری نیست، بلکه بیماری داخل مفصل زانو هست، یا ضربه خورده، یا روماتیسم تورم زیادی، یا شروع آرتروز، و یا اینی که رباط‌های متقاطعش یا منیسکش مشکلی داره و این جذب و دفع مایه بین مفصلیش تنظیمش به هم خورده و آب زیادی و مایع زیادی از پشت بیرون زده که بهش میگن بیکر سیست. میدونیم که برای تغذیه قضروف زانو مخاط داخل مفصل زانو مثل مخاط داخل دهان مواد مغذی رو ترشح میکنن که قضروف از اینها تغذیه میکنه، مایه حیاتش هست و بعد همین اینها اینو جذب میکنه مثل جریان خون. حالا هر وقت این نظم به هم بخوره به عللی که عرض کردم، مثل ضربه، مثل بیماری های دیگه و هر زایعی که تو زانو اتفاق بیفته، این مایه بیش از اندازه حجم میشه و از یه جای سر در میاره و اگر از پشت زانو باشه از دیفکتای کوچیکی که بین عضلات پشت زانو هست این خارج میشه، زیر پوست میاد و میشه کیست بیکر.
حالا برای درمان این کیست بیکر چی کار بکنیم؟ اولین کار اینه که دکتر ارتوپد تشخیص بده که زایعه اصلی چیه. بریم اونو درمان کنیم. وگرنه اگر بخوایم اینو تخلیه کنیم یا داخلش تزریق کنیم یا خدای نکرده یکی تصمیم بگیره که اینو جراحی کنه برداره، اینا همش باعث خطر، دردسر، آلودگی، عفونت و تکرار و عود میشه. بلکه با درمان صحیح اون بیماری اصلی، اگر زایعه منیسک داره، اگر زایعه ربات های متقاطع ACL و PCL داره یا ربات های جانبی یا زایعه دیگه داخل مفصل هست، اون رو درست تشخیص بدیم با معاینه صحیح و اون رو درمان بکنیم، این کیست به مرور خودش جذب میشه. ندرتاً اگر نشد و باعث ناراحتی شد، اون کارهای دیگر ثانویه هم پس از درمان اصلی ممکنه که ضرورتی پیدا کنه، ولی ندرتاً. بنابراین هیچ جای نگرانی نداره، مسئله مهمی نیستش و یک پدیده ثانویه به بیماری اصلی داخل زانوست. این از بیکرسیست که درمانش عرض کردم با بی حرکتی، گذاشتن مثلا یک زانوبند یا آتلی خلف زانو و اینی که روش زیاد فشار نیاره. البته یه سری ورزش های هم فیزیوتراپ ها برای جذب سریع تر این و بازگشت این مایع به داخل مفصل یا اینکه خودش جذب بشه پیشنهاد کردن که اونها هم خیلی مفید هستش. دومین کیست، کیست روی ACL هستش، Anterior Cruciate Ligament، ربات متقاطع قدامی. ممکنه که روش کیست تشکیل بشه یا مادرزادی بوده یا اینی که ثانویه به علل مختلفی ضربه چیزی تشکیل بشه که باید حتما آرتروسکوپی و این ترمیم بشه، برداشته بشه، از سر راه کار مفصل خارج بشه که دچار دردسرهای بعدی نشه. PCL هم، ربات متقاطع خلفی هم روش کیست گزارش شده که با آرتروسکوپی میشه اینو مشاهده کرد، برش داشت و حل بشه. در زیر تاندون کشککی چربی داریم که این فتپد گاهی وقتا بسیار زیاد میشه و تو آرتروسکوپی این سر راه ما هستش و داخل این انواع اقسام کیست ها ممکنه دیده بشه. منیسکا هم همینطور ممکنه کیست تشکیل بدن و کیست هایی که روی منیسک هستش باعث صدا، باعث گیر کردن و ناراحتی میشه که باز باید با آرتروسکوپی اینها رو برداشتش و ترمیم کردش درست بشه. گاهی وقتا خود قضروف هایی که داخل مفصل زانو هستن، قضروف های انتهای ران یا ابتدای طبقه درشنه، تشکیل کیست میدن به علت ضربه. حتی ممکنه کیست قضروفی جدا بشه، داخل زانو بیفته به عنوان رایس بادی، یعنی دونه های مثل برنج. گاهی وقتا به تعداد زیادی در حرکت های زانو گیر میکنن، صدا میدن، مریض احساس میکنه که یه چیزی تو زانوش گیر کرد، آزاد شد. مثل اینه که مثلا داخل یک بوربرینگ روونی یک زایده یه تراشه اضافه بیادش، حرکت اون رو ناراحت کننده و پر سر صدا و دردناک ممکنه بکنه. بعد عرض شود که کیست های داخل استخوان هستش که ژئود هم بهش میگیم، به علت اشکال در خون رسانی زیر قضروف زانو، معمولا در آرتروز ها یک یا چند عدد حفره های کوچیکی میبینیم که اینا کیست استخوانی هستند و نشان دهنده
عدم خونرسانی صحیح استخوان زیر غضروف‌های زانو هستند که خودش بیانگر آرتروز زانو هستش، که اون درد مال آرتروز زانو هست و این هم به علت اینه که خونرسانی مختل هستش. مرحله بعد کیست‌های عفونی هستش که وقتی که زانو به هر علتی اطرافش به هر علتی آبسه تشکیل شده، عفونتی ایجاد شده، حالا چه جراحی شده، چه دستکاری شده یا بیماری های زمینه دیگه ای داره، ممکنه که مثل هر جای دیگه بدن کیستی به وجود بیاد، علائم التهابی داره، تورم داره، درد داره، ورم داره، آزمایش میدیم نشون میده که عفونتی هستش، که اینها یک نوع آبسه کوچیکی ممکنه باشه، که اینها کیستای عفونی هستش. و فکر میکنم تا این حد اطلاعات راجع به کیستای اطراف زانو که مطرح هستش یه حداقلی کافی باشه. متشکرم.